توحیده آره. این هم یه بچه بزرگترین تونل های شهری خاورمیانه است. سلام بر بکس یوتیوب، خوش اومدید به چنل خواهیتون. امیر حسین هستم و امین واسم بچه ها. اومدیم بریم به سراغ دو تا ویدیو از ایران و افغانستان. میخواییم با درون بریم بالای افغانستان رو ببینیم و بالای تهران یعنی کابل ما. نمیشه یه جور مقایسه 50-50 کرد. خب چون کشوری که تازه از جنگ تموم شده و کشوری که 50 سال از جنگ تموم شده بالاخره یه فرقی 100 درصد بله دیگه. بریم با هم دیگه ببینیم و اینکه خب بالاخره اینجا ما نمای برج میلاد داریم و این داستانا و اینکه تو شب هم رکورد میشه جذاب تر دیگه. آره دیگه چرا. بریم ببینیم که چه جوری است. لینک دو تا ویدیو داخل دیسکریپشن هست. باشه ویدیو اول از کانال اکسپلوریاپیاس اگه اشتباه نکنم. خیلی سخت اسمش. آره ویدیو کانال دومم که از کانال کابل درون 4K درون فوتج. آره دیگه اینجا که خوراک فقط 4K گرفتنه دیگه. بریم دو تا ویدیو 4K رو با هم دیگه ببینیم. لایک سابسکرایب بریم سراغ ویدیو. خب برج میلاد داریم. ماجی برج میلاد خدای مثل برج ایفل خیلی خوشگله. آره. تو 10 سال ساخته شده. آره دیگه. ولی الان دیگه نمی‌سازن بچه‌ها. خب اینجا هم که شهرک همون سمت اتوبان همته. آره سمت چیز میره چیتگر و اینا. آره برجاش بیشتر میشه. ولی رسیدیم به ورزشگاه آزادی که لنگاشو وا کرده. ورزشگاه آزادی میگم ورزشگاه میدون آزادی. بچه واقعا حالا بچه افغانستان هم باید همچی حسی رو داشته باشن. آدم تا از بالا نبینی نمیفهمه که کشور چقدر نظم داره. حتما نباید بری توی خیابون ببینی چه خبره. مثل همون آپادانا رو دیدی خونه هاشو چی نوشتن؟ شاه مال شاه زمان شاه درست کردن دیگه. خب اسم شاه رو نوشتن با همون سنگایی که مثلا واحدا رو درست کردن ساختمان رو. منظور اکباتانه دیگه. آره دیگه شهرک اکباتان و آپادانا. همون آپاداناست دیگه. آپادانای قدیم اکباتان الان. چه بتونایی دارن اومد. رفتی اکباتان نگاه کن اینگه مثلا نقاشی کردن. نور ملخ افتاد نقاشی کردن. بچه اینو شما میبینین 10 برابر این تو چینه. چین آره دیگه برو تو شکم اینه همینه برو رو همین. ولی ببین ایرانی که هیچ کدوم از اینا رو نداشت الان اینه دیگه. حالا نبود هیچ کدوم از اینا. آجی 50 سال داره ایران یه چوسه تهران رو دارم میگم و یه چوسه اینقدر جمع کرده بودن 42 سال داره تلاش میکنه. خب بکشه بالا دیگه. بالاخره آره دیگه باید تلاش کنه دیگه. ولی بچه اینقدر تهران اونایی که اومدن میدونن چقدر خطریه. یه دونه پیچو اشتباه بری میری یه جا دیگه در میای. من یه بار ستارخان میخواستم برم اشتباه رفتم میدون سند پیاده شدم. مثل این برجا رو نگاه چه بانظمه. آره. چی ان اینا نمیدونم. ببین تراکم رو ببینید شهر رو نگاه تو چش کار کن. ولی بچه‌ها قبول دارین که قبول داری که تو تهران بیشترین چیزی که هست به چشت میخوره فقط آپارتمانه. ولی تو بعضی از کشورها مثلا تو خود آمریکاش میبینی این قسمت آپارتمانی باشه یه دونه تخت صفحه اینجوری همه ویلای مانندن. ولی خونه ها خوب گرونن دیگه. آره دیگه. آزادی کجا بود؟ آره الان چیز چقدر شده ورودی برج میلاد؟ یک و نیم بود. 240 آره تا اینجا بیار ها تا اون بالا بری بخوای برسی. من قدیما که مثلا حقوق 6 تومن تو هم بود 2300 تومن می‌گرفتم. نه مو 24 تومن بود. من رفته بودم 48 تومن شد 98 تومن دیگه. من نرفته بودم دیگه. بعد اون الان بچه های که پارسا رفته بودن گفتن که 240 تومن داده بودن. بچه اگه میخواید از بالای برج میلاد پرتتون کنم پایین 3 میلیون میدید پرتتون میکنم پایین. آره دیگه هم میری پایین هم پول میدی. حال میده آدم. اون وسط رفتی اونجاش؟ کجا؟ اینجا. من اینجا رفتم. آره همون دیگه. آره ولی حاجی پایینو میگیری من فوبیای ارتفاع دارم. من رفتم یادم نذاشتن بیام تو این فضا باز. چرا؟ فوبیای ارتفاع دارم. الان تور کشیدن اونجا رو. اون که تور داره. آره تور که منظور شیشه دیگه بچه‌ها. شیشه از این رفلکس ها زده. الان همینو میخوای اینجا کجاست؟ بچه‌ها مجوز میخواد. نه دیگه نگاه نکن دیگه تور دوری ده بچه‌ها. توحیده؟ آره این هم یه بچه بزرگترین تونل های شهری خاورمیانه است. یعنی توی شهر ساخته شده. تونل های منظم و نامنظم. بعد بزرگترین همار... تونل بیرون شهری هم که بازم مال ایران دیگه جاده با هم رفتیم. اون که هیچی بچه تموم نمیشد. اون که هیچی یه تونل هستش که از میدون چیز چهار طبقه است. تو داخل چیز تونل میدون است. میدو چهار راه است. آجی تهران خیلی واقعا از سمت امام حسین بچه از سمت امام حسین. آره کدوم امام حسین؟ خب اون که چه گنده است. یه دونه از بچه‌ها دارن میسازن با نما میچرخه با آفتاب میچرخه. مال بانک صادرات دیگه. نه چیزه
نه یه دونه هست برای بانک صادرات، یکی اینور یکی اینور بچه‌ها. نه نه این خود سه تا تیک هست، این جدا جدا میشه. نمیدونم دیدی یا نه. میدونی سازنده اون یه دونه خانم عربه لیلا، نمیدونم چی اسمش. حالا چیزی که من شنیدم و نمیدونم بیالا. باشه اینجا کجاست اینجوری؟ بغل هم دیگه چه بومیدن و نظم داره همه ساختمون ها. آره اون وسط خیابونشه، این خیابون اصلیشه، اونا خیابون فریاشه. پس واقعا بلشم برم تهران، برم با هلشات برم بالا، نمیذارم مثلا یه دونه انتیارا بگیریم بریم بالا رو یه چک کنیم. خب اینجا کجا هست؟ سمت بانک مرکزی ایناس اسم میکنم. خیابون بانک مرکزی چیه؟ سمت جمهوری نیست؟ نه جمهوری نیست. نه نه سمت چیز دیگه، اما مجلس. اینا که اینقدر زیاد داریم. آره بهارستان. آره بهارستان. اینا دیگه تو تهران زیاده. خب حالا بریم کابل با هم دیگه ببینیم. آره دیگه قاعدتا یه ذره اون فاز سنتی تور رو ما تو کابل بیشتر میبینیم، بعد ویلایی بیشتر از آپارتمانه. آره و بریم ببینیم که چه. خب آقا گفتم هم اول ویدیو دیگه، کشوری که تازه داره جون میگیره با کشوری که 40 سال پیشه، فکر کن یه پسر 10 ساله رو با یه پسر 40 ساله تو نمیتونی یکی کنی. آره. اون خیلی پیرم پاره کرده دیگه. پیراشکی اول همین الان میام با این چیزاشو پیراشکی نیست بابا، زولبیا مولبیا بود، زولبیا بود. میبینی تراکم، بعد هوا تمیزتره حس میکنم. بچه بعد کوه همش کوهستان، میدونستی 73% کوهستان. یکی تو آمریکا بود میگفت که میدونی برای چی آمریکا هواش اینجوری تمیزه؟ ما یه چیزی درست کردن، یه ماده درست کردن که گازوئیل، ماشین های گازوئیلی بعد از یک سال رانندگی خب از دستجیش چیز دستجوی خوب سرویس بهداشت، نه سرویس بهداشتیه اما آقا جیش دیگه ادرار، از ادرار خوکه. خب اولیش مواد اولیش میریزن که آقا هوا رو پاک کنه، اون چون بگیره، یعنی یه واس چیز داره، یه شون جعبه داره، اون میشوره، اون اگزوز که داره میاد بیرون فقط آب بیاد بیرون. ممنونم. ببینید به خاطر اونه تمیز. الان افغانستان هم چون حجم تراکم خونه ها پایین تره به خاطر اونه، یه ذره آپارتمانی باشه گند میخوره توش. بربری شبه بربری. ما افغانستان فاز سنتی تر سرسبز، کابل و سرسبز اونقدر نه. کابل خب بالاخره پایتخت، ولی چیزه پایتخت سرسبزش. قندهار من رفتم طبیعیه، من هنوز تو شوک اون قندهارم که دبی بوده اهل کویت. کویت خب اینا هستن بچه، تو ایران هم هست. الان تو جاده که میری سمت تبریز، تهران و تبریز، خب وسط راه تو همین روستاهاش همینجوری پایه کو اینجوری خونه ها رو ساختن رفتن. اینا هست چیه؟ قصره؟ شبیه سمت گیلان ماه. آره اونا اینجوری شیروانی مانند داره. ببین افغانستان جا آب اونجا نه حوزی هست و... نیست، هیچ آبی نیست. مثلا افغانستان جا داره، حالا مثلا یه 10 سال دیگه تراکم بده دیگه خودش یه ذره تراکم داره افغانستان. نه تراکم منظور خونه ها شد، اوکی تر کنه مسیرش رو. ایران یاد باشی یه تامی تو تهران بچه ها. الان تو ایران اینجوری نیست میونه حرفت. ببین درخت ها رو میبینی بچه ها، تو ایران مثلا تو یه راسته بقل اوتوبان زیاد درخت میزن. ولی افغانستان تو همه کوچه هاش هست. این تمیزی هوا به خاطر همینه دیگه. همین باشه. توی ایران بچه یه بازه ای هر جا توی خیابونای اصلی خونه داشتی میخریدن ازش خرابش میکردن، یا میساختن یا اتوبانش میکردن. یه بازه کلن این شکلی بود یادته؟ آره. اگه سریال پایتخت یک کم دیده باشید اونجا تو همونجا خونه نقیر اومدن خریدن که اتوبانش کنن. سر همینه. بعد یه خوبی داره که از وسط خود هر کدوم از ولایتاش خب استاناش آب رد میشه. نگاه کن چشمه رو داره، یه آبی هست. نمیدونم غرقا خیلی بالاتر باشه، فکر نمیکنم کوچیکم هستی. نه غرقا نیست، میبینی مثل تقریبا چی بود اون مال برزیل، ریو دو ژانیرو. نه اون یکی هم، یکی دیگه هم هست، ساو پائولو. آه ساو پائولو بچه. ساو پائولو خونه هاشو دیدین که پلکانی اینجوریه، بعد رنگی رنگی هستن. اینجا اونجوری درست کنه مثلا میشه برزیل. بیشتر شبیه ریو دو ژانیرو. اینا ناکو می‌بینی؟ ولی میتونه خود شبیه اون ولسوالیش، ولسوال اون شهردارش بیاد بیه نزبی یه رنگی به خونه‌ها بده، یه مسیر ولی بیاد. دست بینا نمیشه زد. اینا نمیشه ریش روشون دوباره اصول و با اصول و با قانون بتونی بسازی. آه
ببین این یه دست بودن خفنه. آره اون کوه میاد اصلا یه جوریه تو شهر، کوه روستاتور میکنه. آره باری کلا این نمای بروستریه، خدای خفنه. اصلا این یه مثل برج میلاد سیخ اومده باشه بیرون کم داره اینجا. یکی دو تا باید اینجوری باید داشته باشن. خب بالاخره کار میکنه یکی دو تا دیگه. این زمان تکنولوژی، ببین تکنولوژی به حساب خیلی چیزا رو درست میکنه بچه. با این یاد یواش یواش بالاخره افغانستان اول داره الان دنیا رو درست میکنه، اول داره این پیه درست میکنه. اگر نه میتونن سه سود بیان بالا اون پیه درست کنه تو یه جای برسونه دیگه، کنه تو پیه موندگار باشه نه اینکه روی گذر باشه. بله بچه دمتون گم، لایک و سابسکرایب بکنید و زنگوله سر بزنید و تا ویدیو بعدی بدون.